سلام به کانال اسان اکسپلنس خوش اومدین تو این ویدیو میخوام در مورد اپل واچ حرف بزنم و اینکه چرا دیگه نمیخوام اپل واچ استفاده کنم و اینکه میخوام چه ساعتی رو به جاش استفاده کنم که اونم خریدم اون پشت میخوام بهتون نشون بدم و دلایلمو بگم که چرا فکر میکنم دیگه اپل واچ به درد من نمیخوره این اپل واچ اپل واچ سری سه که من توی یه مسابقه شرکت که شرکت کمدرا که بچه‌ای که رشته شیمی خوندن حتما نظر کمدرا رو می‌شناسن برای طراحی و کشیدن ساختارهای شیمیایی استفاده میشه که اون شرکت اومده بود گفته بود که یه سری پیشنهاد بدین که این نرمزار بهتر بشه و پیشنهادی که من دادم به عنوان بهترین پیشنهاد انتخاب شد و این ساعت رو من جایزه دادم از موقعی که من این ساعت رو گرفتم موقعی که دانشجو بودم توی دانشگاه فلوریدا و ازش استفاده زیاد می‌کردم مهمترین استفاده که ازش میکردم این بود که وقتی واکنش شیمهی ستاپ میکردم بهش میگفتم که تایم بگیره خب خیلی به دردم میخورد و این که مثلا موقعی که داشتم واکنش میذاشتم اگه کسی زنگ میزد و گوشی من نزدیکم نبود میتونستم راحت از اینجا جواب بدم و همین یا یه چیز دیگه هم بود اینه که میتونستم راحت ببینم که مثلا الان کلاس بعدیم چیه یا مثلا سمینار بعدی کیه چون اینجا به من تقایم و نشون میداد و میدونستم مثلا در طول روز اونا رو توی گوگل کلندرم وارد کرده بودم و اینجا میتونستم به راحتی ببینمش و سریع ببینم که مثلا کجا باید برم برنامه بعدیم چیه از این موضوعات که بگذاریم دیگه استفاده زیادی برای من نداشت غیر از اینا ولی توی این مدت حالا یه سری چیزا به نظرم شیش مورد بود که به نظرم از نکات ضعف اپل واچه ولی خب اپل واچ من دوست دارم واقعا اگه این ایرادایی که میگم رو هم برطرف کنن در آینده شاید دوباره بخرم ولی ایرادایی که به نظرم توی این سالها باش مواجه شدم رو میخوام بهتون بگم این مواردی که میخوام بگم به ترتیب اهمیت نیست همینجور به صورت رندومی میگم اولین چیزی که من از این ساعت خوشم نمیاد اینه که من همیشه باید حواسم باشه که این به جایی نخوره که بشکنه و خب جنسش از شیشه است و خیلی هم ظریفه درستی که گفتن گوریلا گلسه و نمیدونم ضد ضربه است اما واقعا میشکنه و اینا فقط حالت مارکتینگ و ایناست خب خیلی باید حواست باشه اگه میخوای کاری انجام بدی میخوای ورزش کنی یا میخوای هر کار دیگه انجام بدی را بری حتی باید حواست باشه که جایی نخوره چیزیش نشه و این یه مدار همش رو مخ منه که ای باید حواسم باشه که بلای سر این ساعت نیاد جای خورده نشه دومین چیزی که دوست ندارم اینه که باعث حواس پرتی میشه یعنی هر موقع من این ساعت رو دارم و یه نوتیفیکیشن روی گوشی میاد نوتیفیکیشن روی اینم میاد البته میشه نوتیفیکیشن ها رو غیر فعال کرد که فقط روی گوشی موبایل نشون داده بشه و دیگه روی این نیاد ولی خب دیگه بعضی از نوتیفیکیشن ها مثلا مثل زنگ زدن حتما اتفاق میفته یا مثلا اگه به شما تکس بدن اینجا مثلا ویبره میخوره و به حال این باعث میشه که هی hey, حواس شما از اون کاری که دارید انجام میدید پرت بشه اگه تو جمع هستین دارین با دوستاتون حرف میزنید حواستون پرت میشه اون صحنه اون لحظه رو از دست میدین که با دوستاتون دارین خوش میگذرونید یا اینکه مثلا رفتین این جایی دارین روی چیزی تمرکز کردین دارین کار میکنید یهو مثلا یه نوتیفیکیشن میاد حواستون پرت میشه کل اون تمرکزی که گذاشته بودین هدر میره دوباره باید برگردین ببینین کجا بودین و این حواس پرتی رو من واقعا دوست ندارم دوست ندارم یه چیز دیگه همون تلفن بسته دیگه دیگه نمیخوام یه چیز دیگه هم اضافه بشه که این حالت حواس پرتی بیشتر و بیشتر بشه سومیش که فکر کنم شاید از مهمترین عواملی باشه که من از این ساعت خوشم نمیاد باتری درسته که در طول سالا باتریشو میگن بهتر و بهتر کردن اما کماکان همیشه وقتی که شما ساعت اپل دارین همیشه نگران این هستین که اینو باید بزنم به شارژ ما تو زندگیمون اونقدر وسیله داریم که باید بزنیم به شارژ حالا یه چیز دیگه هم بهش اضافه میشه که باید همیشه حواستون باشه اینو بزنیم هر روز به شارژ حالا مثلا یا دو روز یه بار به شارژ ولی همین که پس ذهنمون هی باید حواسمون باشه که اینو هی بزنیم به شارژ این خیلی رو مخ منه و بعضی موقع یادم میره و لازمش دارم و این خیلی خیلی مثلا ضعیف عمل میکنه و اگه برای تماس هم ازش استفاده بکنید خیلی خیلی زودتر شارژش تموم میشه و کلا دیگه بی مصرف میشه مورد بعدی قیمت خیلی بالای این ساعته یعنی برای پولی که داریم میدیم واقعا فکر نمی کنم چیزی که به دست میاریم ارزشش رو داشته باشه با اون پول میشه کارهای خیلی بهتری کرد و چیزهای خیلی بهتری گرفت میشه ساعت های حتی خیلی بهتری گرفت که ساعت اسمش روشه باید زمان به نشون بده ولی خب این همه کار رو میکنه ولی میگم اون کار اصلی رو که میخواد انجام بده موقع که لازمش دارید نمیتونه انجام بده چون باتریش تموم شده و واقعا اون قیمتی که بابت این ساعت دادیم ارزشش رو نداره به نظر من مورد پنجم که در مورد این ساعت دوست ندارم اینه که هر سال یه مدل جدیدتر میاد و ساعت شما قدیمی میشه و اون امکاناتی که رو مدل جدیدتر میاد و اون سیستمی که اپل همیشه میاد محصول جدیدش رو یه جوری معرفی میکنه که شما که مدل قدیمی تر رو دارید همیشه با خودتون فکر میکنید میگه ای مثلا کاش یه سالی که وایساده بودم اونو بگیرم ولی باز یه سال بعد اونم قدیم میشه یه مدل جدیدتر میاد و همینطور هر سال این هی عوض میشه و شما میگید خب من یه بار این همه پول دادم این ساعت رو گرفتم ولی چند سال که صبر بکنم این ساعت دیگه دیگه اون ارزش خودش رو نداره و در مقابل بقیه ساعت ها امکانات و آپدیت ها و چیزهایی که داره واقعا دیگه به چش نمیاد به اون صورت برای همین من اینو دوست ندارم دوست ندارم یه ساعتی بگیرم که هر سال هی یه چیزای جدیدتری بهش اضافه بشه یه مدلای جدیدتری بیاد و من بمونم با این ساعتم که از اونا قدیمی تره و یه جوری آدم فکر میکنه مثلا عقب افتاده دوست ندارم همچین اتفاقی بیفته دوست دارم یه ساعتی باشه که قدیمی نشه به مرور زمان و مورد آخر اینه که این ساعت بدون آیفون ارزشی نداره یعنی اگر من گوشی آیفونم هم همراه هم نباشه هیچ کاری نمیتونم بکنم با این نمیتونم تکس جواب بدم نمیتونم زنگ بزنم البته هست ورژن دیگه هست که سیمکارت ای سیم داره در واقع که میشه از اون استفاده که برای تماس گرفتن که البته یه مدار از ساعت معمولیش گرونتره به اضافه اینکه اگه از هر شرکت خدمات موبایلی که من دارم توی آمریکا استفاده میکنم بخوام که اون ای سیم رو فعال بکنم باید 10 دلار ماهانه علاوه بر اون پولی که دارم میدم برای سیم کارتم که زنگ میزنم اضافه تر اون پول رو باید بدم مثلا من الان دارم 25 دلار میدم اگه قرار باشه با این هم مدل جدیدش رو بگیرم که بتونم یعنی مدل بالاترش باشه که میشه زنگ هم زد اون وقت باید ماهی 35 دلار بدم که به نظرم ارزش نداره به دلیل همون باتری که گفتم یعنی شما اگر حتی با این بتونید تماس بگیرید اولا که باتریش اونقدر دووم نمیاره دو تا تماس بگیرین دیگه باتریش تموم میشه به اضافه اینکه واقعا از روی این تکست نوشتن و اینا سخته حالا بهترین راهی که من پیدا کردم این بود که مثلا وایس بدید ولی خب باز تکست دادن روی این صفحه چون خیلی کوچیکه واقعا سخته یه جورایی به نظر من یه چیز لاکچری و شیک و اینجوری به حساب میاد یعنی حالت اکسسوری برای آیفونه ولی واقعا نمیدونم نمیخوام بگم ازش راضی نیستم یعنی واقعا دوست دارم ها. مثلا استایلش خیلی استایل شیک و قشنگیه مدرنه ولی به دلایلی که گفتم فکر میکنم وقتش بود که بعد از این پنج سال دیگه عوض بکنم و یه ساعتی بگیرم که این مشکلات رو نداشته باشه خب حالا بریم سراغ اون ساعتی که خریدم و ببینیم این ساعتی که میخوام جایگزین کنم باش چه ساعتیه اگه میتونید حد بزنید این ساعت چیه همین الان استاپ بکنید توی کامنت ها بنویسید قبل از اینکه نگاه کنید و ببینم درست گفتین که این ساعت واقعا حدستون چقدر درست بوده استاپ بکنید همین الان توی قسمت کامنت ها بنویسین. حالا من اینو باز میکنم ساعت کاسیو <تصفح> ساعت کاسیو F91W <تصفح> این ارزون ترین و معروف ترین ساعتیه که میشه پیدا کرد و تمام کارهایی که از یه ساعت انتظار دارین رو انجام میده میخواین زمان رو بهتون نشون میده زمان نشون میده میخواین تاریخ رو بهتون نشون میده تاریخ هم نشون میده آلار میخواین که آلار داره. استاب هم داره استاپ واچ هم میخواین که استاپ واچ هم داره یه چراغ هم داره که خیلی البته خوب نیست چراغش ولی خب اوکیه ولی اون کارهایی که میخواین رو انجام میده حالا بریم سراغ مقایسه این با ساعت اپل اولا قیمتش این ساعت 15 دلار قیمتشه یعنی واقعا ارزون ترین ساعتی که شما میتونید پیدا بکنید دومین مورد اینه که من اصلا نگران نیستم که این به جایی بخوره بخواد بشکنه خراب بشه حتی اگر به جایی بخوره و بشکنم باز قیمتش اونقدر بالا نیست که بخوام ناراحت بشم و بگم که مثلا چرا این خراب شد اتفاقا فکر کنم اگه به جای بخوره حتی خشم برداره باز فکر کنم به اون شخصیتش اضافه میکنه و آدم فکر میکنه این ساعت ساعتیه که من چند وقت دارمش و به اصطلاح به کارکترش اضافه میکنه به نظر من مورد بعدین باتریشه که اینم مثل نوکیا اصلا نیاز به شارژ نداره باتریش نیاز به کردن نداره هفت سال طول میکشه تا این باتریش تموم بشه و واقعا هفت سال خیلیه یعنی نگران این نیستم که اینو بخوام هی باتریش هر روز هر دو روز یا هر روز هی شارجش بکنم یا عوضش بکنم مورد بعدی اینه که هر سال یه مدل جدید از این نمیاد این الان از سال 1991 یعنی یک سال که همین صورت یعنی همین همین قیافه‌ای که این داره یک سال که با همین قیافه داره فروش میره و سالی سه میلیون تا از اینا رو میفروشه کاسیو طبق گزارشی که خودش اعلام کرده و این خودش نشون میده که چقدر محبوبیت داره و نیازی هم نیست به چیزی وصلش بکنی که مثلا بدون اون دیگه معنی بشه مثلا بخوای به گوشی موبایل وصل بشه و باعث حواس پرتی هم نمیشه چون هیچ نوتیفیکیشنی روش نمیاد و اینکه خیلی هم سبکه به نسبت ساعت اپل که شما وقتی میذاری روی دستتون یه مدار خوب سنگینی داره ولی این کلا 20 گرمه و اصلا حس نمیشه که شما ساعت گذاشتین روی دستتون و ضد آب هم هست مثل ساعت اپل و دیگه چی میخواین همون کاری که یه ساعت انتظار داره رو براتون انجام میده و یه چیزی هم که از این من خوشم میاد اینه که خیلی حجیم نیست بزرگ نیست و این ساعت هایی که جدیدم موت شدن خیلی مثلا بزرگن و یه مدار برای من این مدار خوشایند نیست من دوست ندارم که ساعت هم خیلی مثلا بزرگ و تو چش باشه این فرم فاکتور کوچیک بودن ساعت ها به نظرم خیلی چیز خوبیه که اکاش حفظ می شدی اکاش ساعت ها رو هی بزرگ و بزرگتر درست نمی کردن. من واقعاً این سایز ساعت به نظرم یه سایز کاملا استانداردیه حداقل به نظر من و همین حالا یه نکته هم که هست برای که بفهمین که این ساعت اصله یا اصل نیست البته خب میگم واقعا این 15 دلار چیه که بخوان مثلا مدل غیر اصلش رو بزنن گفتن که اگر این دکمه ای که سمت راستر رو را نگه دارید اون پایین می نویسه کاسیو حالا من اینو برای شما نگه میدارم نمیدونم این ببینید یا نه نوشته کاسیو ولی خب مدل حالا مدلایی که اصل باشه اینو نشون میده ولی خب میگن همین کار رو هم تو از تونستن تو مدل های غیر اصلش انجام بدن از جای مطمئن بخرید از آمازون میتونید بگیرید حالا من لینکش رو پایینم قرار میدم و اینکه واقعا به نظرم خیلی ساعت خوبیه یعنی به نسبت قیمتش و تمام امکاناتی که به شما میده در مقایسه با اپل واقعا به نظرم ساعت خوبیه همین مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین تو ویدیو بعد میبینمتون